در سالهای اخیر روز بدون اتومبیل با استقبال زیادی از سوی ساکنان شهرهای مختلف همچون لس آنجلس و پاریس روبرو شده است از سال 1974 بوگوتا پایتخت کلمبیا نیز یک روز در هفته را به روز بدون خودرو اختصاص داد است طبق گفته مقامهای محلی بیش از یک میلیون نفر از اقدام روز بدون اتومبیل در کلمبیا استقبال کردند جزئیات بیشتر در گزارش فرشته رستگار یک شنبه 8 ساعت در روز بوگوتا پایتخت شلوغ کلمبیا خالی از هر نوع وسیله نقلیه موتوری می شود و شهروندان با استفاده از دوچرخه سفرهای داخل شهریشان را انجام می دهند. اقدامی که از دهه 1970 تا کنون در آن شهر اجرا می شود و به سیکلوویا یا مسیر دوچرخه سواری شهرت دارد. <applause> این اقدام جای جای شهر را به پارک تبدیل کرده. بالاتر از همه این که همه بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی، قومیت، جنسیت و نژاد به طور مستقل در این برنامه شرکت می کنند. سیکلوویا معجزه که اجازه میده مردم از این روش سالم و امن لذت ببرند. ایده این اقدام توسط جیمی اورتیز، تحصیل کرده رشته معماری در آمریکا در دهه 1970 بنا شد. مسیرهایی که برای تردد ماشین تعیین شدن در این برنامه به پیاده رو و مسیر دوچرخ سواری تبدیل میشن و یک دنیای دیگه ای به وجود میارن. با این روش بوگوتا فرهنگ متمدن بودن را به وجود آورده. گرچه در گذشته شهر با مشکلات زیادی روبرو بوده ولی با یک شنبه های بدون ماشین اون مشکلات را فراموش میکنیم. سیکلوویا یک فضای طبیعی برای همه شهروندانه. در 45 سالی که این برنامه در جریان بوده تا کنون 121 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در سراسر شهر درست شده است. نتیجه تحقیقات محققان برنامه سیکلوویا در دانشگاه لوساندس در کلمبیا نشان داده که 41 درصد از شرکت کنندگان برنامه دوچرخه سواری بوگوتا در روزهای هفته نیز بیش از 3 ساعت دوچرخه سواری می کنند و به همین دلیل برنامه سیکلوویا بوگوتا توجه حکومت محلی در سر و سر دنیا را به خود جلب کرده است. فرشته رستگار صدای آمریکا